اطلاعیه 1472 نمایندگی منطقه شمال آلمان. ما هم از فرق و هم از فقر مینالیم. باز هم تجمع اعتراضی، باز هم بیتفاوتی به خواسته های معترضین و باز هم سرکوب. معلمین کشور با وجود اعتراض، تحسن، اعتصاب و دادخواهی پی در پی در چند سال گذشته همچنان بلا تکلیف و معیشت آنها به سخره گرفته شده است. با وجود اینکه شورای انقلاب فرهنگی در سال 1390 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تصویب کرد، اما از همان آغاز مورد بیتوجهی قرار داشت و از اجرای آن تفره رفت. دولت دوازدهم در سال 1399 بعد از اجرای لایحه رتبه بندی و همسانسازی حقوق فرهنگیان را داده، اما چند پیش محمد باقر قالیباف گفت مبلغ اختصاص یافته برای آن 12.5 میلیارد تومان و اجرای کامل آن در لایحه سال بعد پیش بینی شده است. اما با عدم تحقق این امر به گردن دولت 13 افتاد که با وجود حضور معلمین در اعتراضات شهرهای مختلف نشان از بیتفاوتی و عدم برنامه‌ریزی برای این موضوع را دارد. با اینکه سازمان برنامه و بودجه با اختصاص مبلغ 25000 میلیارد تومان برای اجرایی شدن آن اعلام موافقت کرد، در پاسخ به این اقدام شورای فرهنگی کانون صنفی فرهنگیان همراه با هزاران تن از معلمین سراسر کشور در یک اقدام هماهنگ دست به تحسن زده و با تعطیلی گسترده کلاس‌های درس مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و همینطور ساختمان مجلس حضور یافته و اعتراضشان را به بی‌توجهی مسئولین کشور به مشکلات صنفیشان ابراز داشتند و خواهان اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق ها شدند و نسبت به تصمیم دولت که برخلاف تعهداتشان اجرای لایحه رتبه بندی و همسانسازی حقوق را به سال 1401 موکول کرده به شدت معترض شدند. آنها خواسته هایشان را در قالب شعارهایی نظیر ما هم از فرق مینالیم و هم از فقر و معلم به پاخیز برای رفع تبعیض فریاد کردند. همچنین یکی از مطالبات معلمین آزادی معلمین بازداشتی و زندانی از جمله رسول بوداغی، مهدی فتحی، یعقوب یزدانی، اسماعیل عبدی و محمد رضا رمضان‌زاده است. اما در مقابل این اعتراضات سراسری فرهنگیان، واکنش دولت همچنان نشان از بی‌تفاوتی و عدم برنامه‌ریزی مدون برای رفع مشکلات آنان است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اظهار کرد دولت و مجلس نه تنها توجهی به مطالبات نکردند، بلکه با رونمایی از بودجه انقباضی سال 1401 نشان دادند که اراده ای برای حل مشکلات ندارند. علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم در توضیح این لایحه اظهار داشت تاریخ اجرای این لایحه از 31 شهریور 1401 خواهد بود و شامل حال معلمین است نه بازنشستگان. فراموش نکنیم که در اصل 43 قانون اساسی تأکید بر رفع فقر و محرومیت دارد. بدیهی است که فرهنگیان که شغل آنان تأثیر مستقیمی در ساخت جامعه بویا را دارد، محق یک زندگی در شأن و در خور آنان هستند. مضافاً بر اینکه تعدادی از معلمین حق طلب و فداکار همچنان در زندان‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و حبس‌های طولانی مدت به سر می‌برند. ما فعالین حقوق بشر این گونه رفتارهای تبعیض آمیز و بی‌تفاوتی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حقوق فرهنگیان کشور شدیداً محکوم نموده و تاکید داریم بر اجرای اهداف سند 20C یونسکو، به خصوص هدف 1 پایان دادن به فقر، هدف 3 ترویج رفاه، هدف 8 اشتغال شرافتمندانه و هدف 10 کاهش نابرابری. ما همچنان
همچنین با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. همچنین ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر که تاکید دارد بر آزادی تشکیل مجامع اعتراضی و مسالمت آمیز و ماده 23 برخورداری از مزد منصفانه و رضایت بخش. بنابراین خواهان توجه و تامین حقوق اساسی و نیازهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزادی کلیه معلمین زندانی کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.